به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. ایران به کارگری ماژان افغانستانی در مراکز تولید مواد غذایی را ممنوع کرده است. افشین سهراب خان، بازرس کل تهران و رئیس بازرسی منطقه یک کشور ایران، گفته است که به کارگری ماژان افغانستانی در مراکز تولید مواد غذایی در این کشور ممنوع شده است. او امروز چهارشنبه 18 میزان گفته است تمامی تولید کنندگان مواد غذایی مطلع باشند که حق استفاده از ادباء خارجی، چه مجاز و چه غیر مجاز را در محیط تولید مواد غذایی ندارند. این مقام ایرانی افزوده است در صورتی که بازرسان مشاهده کنند که در مراکز تولید مواد غذایی ادباء خارجی به کار گرفته شدند، کالاهای تولید شده در آن مراکز به عنوان کالاهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی به جامعه معرفی خواهد شد. در ایران معمولاً برای ماژان اهل افغانستان ادباء ادبا استفاده می شود. در ایران معمولاً برای ماژان اهل افغانستان استعلاء ادبا استفاده می شود. بازرس کل تهران به مالکان مراکز تولید مواد غذایی از برخورد قانونی نیز هشدار داده است. در این حال رئیس شورای شهر تهران می گوید ماژران در هیچ بخش شهرداری نباید فعالیت کنند. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران میگوید که ماژان افغان نه تنها به عنوان پاکبان بلکه در هیچ بخش از شهرداری نباید فعالیت کنند. روزنامه جمهوری اسلامی هم هشدار داده است که بندر چابهار به عنوان یک منطقه استراتژیک و حساس نباید به افغان ها داده شود. مهدی چمران در حاشیه یک نشست گفت ادباء غیر مجاز نباید در هیچ بخش از شهرداری تهران فعالیت کنند. در ادامه بازرسی خانه به خانه و بازداشت غیر نظامیان از سوی طالبان در پنجشیر، این گروه مدیر یک مکتب را در دره عبدالاخیل بازداشت کرده و به جای نامعلوم انتقال داده است. طالبان روز دوشنبه 16 میزان استاد مجیب مدیر لیسه شهید ملک مرزا را از دره عبدالاخیل بازداشت کرده است. این فرد در جریان بازرسی خانه به خانه بازداشت شده است. 4 تن دیگر که روز گذشته از سوی طالبان در این منطقه بازداشت شده بودند هنوز در بند هستند. گفتنی است که پس از انفجار نیرومند جمعه شب هفته گذشته در پنجشیر و وارد شدن تلفات سنگین به طالبان، این گروه بازرسی خانه به خانه را در دره عبدالاخیل این ولایت آغاز کردند. از سوی هم منابع در پنجشیر از بازداشت 5 تن به شمول یک بزرگ قومی از سوی طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. طالبان این افراد را دوشنبه 16 میزان در بخش‌های مختلف دره عبدالاخیل بازداشت کردند. 2 تن از افراد بازداشت شده بلبلشا و امیر آقا نام دارند. در میان این افراد صفدر قریه‌دار روستای پشتکی دره عبدالاخیل و پسرش به نام حیدر نیز شامل هستند. طالبان در پنجشیر تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. و در پایان، جبهه مقاومت ادعا کرده است در یک حمله بر طالبان در بغلان یک جنگجوی این گروه را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. جبهه مقاومت ملی سه‌شنبه در خبرنامه گفته است که این حمله را شب گذشته بر ساختمان فرماندهی طالبان در ولسوالی فرنگ بغلان انجام داده است. در این حمله بخشی از ساختمان فرماندهی امنی ولسوالی فرنگ نیز تخریب شده است. طالبان در این مورد چیزی نگفتند.